همه صاحب نظران در لحظات آرامیشان از خود می پرسند که چرا من اینجا هستم؟ دلیل برای وجود من چیست؟ آنجا چی می گذرد؟ در کائنات چی به وقوع پیوست؟ ما تا کنون آن را می پرسیم، آن که گذشتگان ما آن را می پرسیدند، درباره محیط، درباره جایگاه ما در فضا و اندازه مشکل در زندگی. لیکن امروز در تجارب و اندوخته ها با کشف وسایل موجود و تکنولوژی عصری به همه آن پرسش ها جواب های دریافته ایم. ما امروز در شرایط و زمان پیشرفته تکنیکی و کشفیات جدید زیر چتر فلسفه جدید ساینس و تکنیک قرار داریم که بسیاری از خواسته های ما را مرفوع کرده است. تکنولوژی فضایی نخستین اساس شناخت زمین را وسط جهان فراهم کرد. فرضیه های علمی درباره کره زمین با ایجاد و کشف تکنولوژی فضایی در معرض تحلیل قرار گرفت که در نتیجه باعث ازدیاد معلومات ما راجع به زمین گردید. اکنون دیگر این به نسل های آینده بشر مربوط خواهند بود تا بپرسند که ما چی دستاوردی در فضا خواهیم داشت. جستجوی مهتاب و سیارات و حتی عمق کائنات شاید در قدم اول روح انسان را به طرف حیرت اولیه بکشاند، لیکن امور عملی در فضا و امکانات تکنولوژی می تواند برای بشریت آن را در انکشاف نشان بدهد. در اوایل تحقیقات درباره فضا تقریبا به کلی مربوط بود به ایالات متحده و اتحاد شوروی، مگر از سالیان بدین سو کشورهای زیادی به ارزش قوای محرکه فضایی پی بردند و رو به این معمول کردند. به تاریخ 21 نوامبر سال 1963 در روستای کوچک تنبا واقع ایالت کرالا که باشندگان آن مصروف شغل ماهیگیری بودند، دو راکت جهت پرتاب به فضا آماده شد و از آنجا این پرنده پروگرام فضایی هند را مشاهده کردند. در ماه اگست تابستان سال 1963 من کارم را آغاز کردم. در حدود ماه نوامبر همین سال خبر پخش شد که گویا هند می خواهد راکت را به هوا پرتاب کند. از آنجایی که راکت به موتور ضرورت داشت، من موظف گردیدم تا در دیزاین و تولید موتور تلاش به خرج دهم. قبلا نیز این مسئله در ذهن من خطور کرده بود که وقتی من به هند برمی گردم باید مصروف چنین معمول شوم. بالاخره چنین شد و مصروف طرح راکت ها شدم. بار نخست من کارم را در مرکز فضایی تومبا آغاز کردم. به تومبا و تریواندرم آمدم که در حقیقت در آنجا شرایط و سهولیت های مناسب وجود نداشت. دفتر من در کلیسای بود در محلی که همه اطراف آن را مواد فاضله گاوها احاطه کرده بود. لابراتوار من نیز در همان محل قرار داشت. پرتاب به طور نرمال پیش برده شد و هند زندگی فضایی خود را آغاز کرد. این اولین کوشش ما خواهد بود که فضای خارجی را در جهت رفع مشکلات جامعه خود آماده و به کار بریم. پدر پلان فضایی هند دکتر ویکرام سارابایی به این نظر بود که اینجا سوال مطرح نمی شد که کشوری رو به انکشاف مانند هند حق دارد که چنین تکنولوژی را از خود کند، لیکن مسئله این بود که آیا عملا این امکان دارد یا نه. این کار در ذات خود احتیاج به جرأت داشت که حکومت آن را در سالهای 60 درک کرد. پرسش های بعضی از کسانی در رابطه با فعالیت های فضایی در جامعه انکشافی موجود است، اما نزد ما هیچ گونه ابهامی در رابطه جایی ندارد، زیرا که ما با جوامعی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالا قرار دارند در رابطه هیچ نوع از مسابقات را نه در مهتاب و نه هم در سیارات دیگر در نظر داریم، چرا ما به این باوریم که اگر ما به سطح ملی بتوانیم و ملت خود خدمت انجام دهیم از رازهای موفقیت ما خواهند بود. ما در قطاری خواهیم بود که تکنولوژی را به خاطر آسایش فرد و جامعه به کار می برند. دکتر سارابایی سلسله از بحث ها را ترگزاری کرد که می توان آن را بنیاد پلان فضایی هند نامید، که در آن یادآوری شده بود که ما می خواهیم راکت ها و اقمار مصنوعی و قمر مصنوعی و همچنان وسیله پرتاب آن را خودمان بسازیم. هدف نهایت مهم است. ما از نگاه همین اهمیت می بینیم و تحقیقات علمی نیز آن را تایید کرده است که یک راکت زنده می تواند به اندازه 10 کیلوگرم و یا اضافه تر از آن باشد. مگر باید در نظر داشت که تقاضاهای پروگرام فضایی چندین مراتب بزرگتر و وسیع تر است.
سالهای دهه 60 سالهای آغازی بود که وقف هزینه و وسایل گردید. در آن زمان یک اندازه کمک ها از طرف فرانسه، امریکا و شوروی به دست آمد، مگر قسمت اعظم تلاش ها بر تولید داخلی متکی بود. در سال 1965 یک مرکز علمی در تنبا تأسیس گردید. همچنان در سال 69 هم زمان با روز استقلال هند، مرکز مطالعات فضایی هند یا اسرو در ساختار شعبه انرژی اتمی تولید و افتتاح شد. مرکز اسرو بالاخره در سال 72 زیر اداره شعبه فضایی DOS آورده شد و تا اکنون عهده‌دار این پروگرام است. طوری که شما اطلاع دارید، اسرو برای اولین بار به منظور تحقیقات و مطالعه علمی فضایی و به صورت مشخص جهت مطالعه جاذبه زمین و خط اکواتور که از ناحیه تومبا واقع در جنوب هند می گذرد ایجاد گردید. لذا ساحه مطالعه این مرکز محدود به ایجاد تکنیک فضایی، تحقیقات در بخش فضا و مطالعه محیطی بود. سالهای دهه 70 از جمله مراحل قاطع انکشاف پروگرام فضایی هند بود. مرکز مطالعاتی فضایی هند تحت رهنمایی ستیش داون توانست دستاوردهای خوب داشته باشد. قمر مصنوعی تجربی هدایت دهنده تلویزیونی سیتی با استفاده از قمر مصنوعی ایالات متحده امریکا ATS-6 توانست سلسله از پروگرام های تربیتی را در بخش صحت، کشاورزی، پلان خانواده و زندگی را در اضافه تر از 2500 روستا نشان بدهد. اولین قمر مصنوعی هند آریاب باهتا از اتحاد شوروی توسط باسکرای اول و دوم و اپل به حیث قمر مصنوعی تجربوی و آزمایشی به کار افتاد. دستاورد مهم این پروژه بالاخره این گردید که توانست سیستم های اقمار مصنوعی خود را یعنی انسیست را به میان آورد که مرحله اول انسیست توسط ایالات متحده و مرحله دوم آن توسط مرکز فضایی هند طرح و تکمیل گردید. سیستم انسیست یک سیستم چند هدفه بود که به خاطر ایجاد مخابرات، تلویزیون و مطبوعات و ضروریات اولی به کار افتاد. انکشاف رابطه و رابطه انکشافی آن که وظیفه دارند تا معلومات مناطق دور افتاده را بررسی و جمع‌آوری نماید. این معلومات را می توان از طریق مراکز زراعتی، سیهی، تهیه آب و مراجع پایین‌تر اجتماعی مانند پنچایت راج یا شوراهای محلی به دست آورد. یکی از مثال‌های خوبشان پروژه انکشافی مخابراتی جگو بوده که تحت پروگرام اسرو به فعالیت آغاز کرده و هدف مشخص آن این بود تا با در نظر داشت ضروریات مناطق روستایی در چوکات یک شبکه جداگانه نشرات تلویزیونی نماید. جگو مجموعاً 1300 روستا بوده، ساختار قبیلوی دارد و سطح سواد نیز 14.5% می باشد. هدف پروژه این بود تا شبکه های ارتباطی و مخابراتی به هر طرف گسترش یابد، مردم متقاعد به پیشرفت گردد، منابع روستایی به کار افتد، از زمین را در استقامت های مختلف تلویزیون به کار آغاز کرده است. اقمار مصنوعی اطراف زمین به دانشمندان موقع خواهد داد تا درباره همه سیارات به شمول همه فضای دورا دوری ما به تحقیق و مطالعه پردازند تا بتوانند همه منابع طبیعی و انسانی را در بهبود زندگی انسانی به کار برند. استعمال تکنولوژی دوربرد جهت اهداف گوناگون به کار برده می شود. به گونه مثال تخمین حاصلات، نقشه کشی های زمین های بایر، کشف منابع آب تحت البحری ها و آبهای منجمد. هندوستان امروز در جهت تکنولوژی دوربرد گام های موثر برداشته و از طریق اقمار مصنوعی IRS-1 C و IRS-1D می تواند نتایج خوب را در خدمات فضایی انجام داده بتواند.
قمر مصنوعی می تواند معلومات حیاتی و قابل اعتماد را در ساحات مختلف جهت حل مسائل مختلف در دسترس ما قرار دهد. اکنون اقمار مصنوعی را با منظور مختلف به کار می بریم. ما توانمندی خود را در سیستم اسرو جهت تولیدات زراعتی به کار انداختیم. یکی از نادرترین وظایفی که در برابر اسرو به حیث یک فرضیه قرار دارد آن عبارت از اجرای ماموریت انکشافی و پیشرفت است که آن در سال 1992 آغاز شده است. این پروگرام در برگیرنده 175 ولسوالی بوده و هدف در آنجا آماده کردن خدمات و سهولیت‌های ارزان از طریق قمر مصنوعی می باشد. این فرضیه ها در اوکلاهوما، جرمنی، تایلند، عربستان، کوریا و دبی به دست آمده است. شما می توانید دستاوردها و انکشافات ایسرو را در توانمندی امروزی آن که به کجا رسیده است مطالعه نمایید. امروز ما با عمق 10% از جمله فروشندگان دنیا به حساب می آییم که این پیروزی را ما از طریق ایسرو به دست آوردیم. و من متیقن هستم که این رقم در طول 2-3 سال آینده دوچندو زیادتر خواهد شد. زمانی که درباره بازار و مارکت صحبت به عمل می آید، پیش بینی گردیده است که اندازه مارکت فضایی تا سال 2000 به 60 بیلیون دلار خواهد رسید که این اندازه برعکس آن 18 بیلیون دلار است که بین سالهای 1997 و 1996 به مصرف رسیده است. مارکت فضایی در برگرنده فعالیت های آریان سپیس بوده و از جمله اولین مارکت فضایی در سطح جهان به شمار می آید که خدمات ترانسپورتی فضایی تقریبا 50% اقمار مصنوعی را در بر دارد. از آغاز کارشان که در سال 1984 اتفاق افتاده تا کنون اضافه تر از 100 موارد تجارتی را در بر داشته است. با آن هم اکنون آریان سپیس به حیث یک بازیگر جدید در صحنه عمل با مشکلات روبرو است، مانند مشکل لوکید مارتین که آن خود جدیداً وارد صحنه اقتصادی و تجارتی گردیده است که آغاز این مسابقه تجارتی باعث ازدیاد قیمت ها خواهد شد. اکنون قیمت یک پرتاب به 25 هزار دلار می رسد که با انکشاف این قیمت بدون شک به 10 هزار، 6 هزار، 5 هزار پایین خواهد آمد. اکنون شما به ترانسپورتیشن احتیاج دارید که درباره نقش اهمی دارد. با ایجاد و جاسازی پروگرام و وسایل انتقالی اقمار مصنوعی هندوستان می تواند در جمع کشورهای به حساب آید که توانمندی SLV-3 را دارا می باشد و این نخستین تلاش پیروزمندانه بود که در ماه جولای 1980 تکمیل گردید و قمر مصنوعی به ظرفیت 35 کیلوگرم راهنی به مدار زمین فرستاد. بعد از دو پرتاب موافقانه با در نظر داشت اصلاحات وسیله پرتاب SLV دوباره ماموریت دیگری به ظرفیت و توانایی 150 کیلوگرم فرش شیشه‌ای در دایره مدار جابجا کرده شد، لیکن اشیا واقعا در قطب قمر مصنوعی و وسیله پرتاب شده PSLV به شکل انکشافی در حرکت شدند. PSLV بعدن ضمن یک ماموریت دیگری با داشتن مواد مایع با ظرفیت یک تن توسط قمر مصنوعی ایسرو را به سوی قطب همزمان شده آفتابی انتقال کرد. و کنون سوال این است، در صورتی که اگر PSLV جایگاه مناسب در مارکت فضایی به خود گیرد، یقیناً با در نظر داشت توانایی که در زمینه مطرح می شود، وسیله PSLV بهتر از همه بوده و گفتم می توانیم که از جمله وسیله اقمار مصنوعی بهتری خواهد بود که از آن در بخش ماموریت های مخابراتی استفاده به عمل بیاوریم. راهی که می شود به اطمینان از آن کار گرفت، می توانیم از طریق آن اقمار مصنوعی و خارجی را به کار اندازیم. سال گذشته ایسرو مرکز فضایی هند قرارداد را با آریان سپیس امضا نمود تا مشترکاً در معامله اقمار مصنوعی کوچک دست به کار شوند. شمار زیادی از اقمار را در ساحه مخابرات و نشرات را می توان با استفاده از اندازه 100 تا 300 کیلوگرم به کار انداخت. جن مری لوتون آمر اجرایوی آریان سپیس نظر دارد و می گوید ما مشترکاً خواهم توانست تا امکانات و توانایی PSLV را در مارکت عرضه کنیم و بعداً چیزی که در جریان پرتاب به دست می آید از آن پول نیز به دست آوریم. در 26 ماه می 1999 هندوستان توانست تا هزینه چندین بیلیونی خود را به امور فضایی وقف کند. مارکت هایی که به فروش وسایل نقلیه پرتاب می پردازند، مشتریان آن معمولاً خارجیانند. شرکای قمر مصنوعی اوشین سات عبارتند از کیت سال از کوریا و تبسات از جرمنی.
انتظار می رود که مارکت فضایی جهانی در سالهای آینده در قیمت خود 10% تزئید را به میان خواهد آورد. اکنون چندین ماموریت در بخش اقمار مصنوعی از طرف سازمان جهانی تحت پلان بوده. اسرو شاید در تلاش باشد تا فرمایش پرتاب این چنین اقمار مصنوعی را به دست آورد. اگر هند می تواند برای کشورهای غربی در همچو موارد خدمات انجام دهد، ممکن است برای کشورهای جنوب آسیا و شرق میانه با قیمت مناسب چنین خدمات را انجام بدهد. هند اکنون در نظر دارد تا در جهت انکشاف وسایل اقمار مصنوعی جیو سنترنایز گام گذارد. جی اس ال وی می تواند 2.5 قمر مصنوعی را به مدار انتقال دهد. زمانی که مرحله اول توسط ماهرین روسی تکمیل گردد، بعداً اسرو خواهد توانست که از عین عملیه با استفاده از تکنولوژی خود هند در پروازها استفاده به عمل آورد. هند می تواند تجارب خود را با کشورهای دیگر از طریق تربیت و پرورش کادرهای خود شریک سازد. تبادل تجارب فضایی در مرکز آسیا پاسیفیک جهت مسائل علمی، تعلیم و تربیه از قبل آغاز شده بود. اکنون ما در حالتی قرار داریم که هر لحظه آن یک روند انقلاب در تکنولوژی، در اینترنت و کامپیوترهای پیشرفته نشان می دهد. از این را گفته می توانیم که هند اکنون به ازاره جدیدی که از هر لحاظ دارای اهمیت بود قدم گذاشته تا بداند که ما اکنون در کدام حالت هستیم و پروگرام های فضایی ما به کجا خواهند رسید. من باور دارم که در قرن 21 هندوستان در بخش فضایی اهمیت فوق‌العاده و با ارزش را نصیب خواهد شد و این توانمندی در قدم اول خدمت بزرگ خواهد بود برای خود هندوستان که از آن در نقاط مختلف کشور استفاده به عمل آورد. همچنان بعداً هند تصمیم گرفته تا با کشوری که در این راگام‌های نخست می‌گذارند نیز همکاری کنند، زیرا اگر کشورهای مختلف داخل این امر شوند، موثریت این کار از این هم بیشتر خواهد شد. مسئله گنجایش مالی و تقاضای آن مربوط به تحقیق در بخش سیارات و اشیای مربوط به آن می باشد. چیزی که در پروگرام جهان مطرح می شود نشان می دهد که اسرو بدون شک در سطح پیشرفته قرار دارد و می تواند معلومات وسیع را در عرصه های مختلف ارائه نماید. ولی این کافی نخواهد بود که ما تنها پلانهای خوبی را زیر دست داشته باشیم، بلکه مهم این بود که ما باید درباره این بیندیشیم که معلومات را به وقت و زمانش برسانیم. تقاضای زمان است که ما باید با رشته هایی که توجهشان به امور صنعتی زیاد همکار باشیم. اسرو توانسته است که به سطح داخلی صنعت هند و لابراتوارهای ملی را تقویت بخشد. تعداد زیادی از صنایع وجود دارد که آنها تحت پروگرام فضایی به بخش‌های صنایع تجارتی انتقال داده شده است. همین اکنون اسرو به فروش سامان آلات قمر مصنوعی و دستگاه‌های بزرگ فضایی مانند هیوز و مارکا مارکونی آغاز کرده است. ژاپن و اروپا در حقیقت از جمله دو بخش معینی است که پروگرام فضایی خیش را توزیع کرده است و هدف از پیشبرد تکنولوژی در این بخش فقط به خاطر منافع تجارتیشان بوده است. تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی امریکا و اروپا مربوط به سرمایه گذاری ها بوده است. از این لحاظ آنها در بخش تلاش و کوشش های فضایی از 3 تا 4 بار سرمایه گذاری کردند. اکنون این وظیفه هند است که تا در تسریع بخشیدن قوه محرکه و جریان بهره برداری تلاش زیاد به خرج دهند و امکان این را آماده سازند تا مرکز مطالعات فضایی یا اسرو از لحاظ مالی و هزینه تقویت یابد. کمبود پول مشکل دیگری است، زیرا من اطلاع دارم مقدار پولی را که ژاپن در مدت 10 سال در مورد راکت H2 به مصرف رسانیده است معادل رقمی است که این آن را در طول 35 سال جهت پروگرام فضایی خود به مصرف رسانیده است. در سال 1972 هزینه اسرو 100 میلیون روپیه بود. در طی سالیان متمادی این رقم به 11.71 میلیون ارتقا یافته است. اگر این رقم را با آمریکا مقایسه کنیم، هزینه آن اضافه تر از 600 میلیون روپیه بوده است. ما نمی توانیم این دو کشور را با هم مقایسه کنیم، زیرا که ما اکنون درباره ضروریت های اولیه صحبت می کنیم و آنها در مورد قطع و کاهش فکر می کنند. پروگرام فضایی امریکا در برگرنده پروگرام پروازهای فضایی و انسانی، جستجوی سیارات، مراقبت‌های فضایی و غیره می باشد.
اگر شما تجارب امریکا را در نظر می گیرید، آنجا حق بیشتر در این مورد به بخش نظامی داده شده است. شما نظریه ها و دکترین استراتژی را نیز می دارید، مگر این یک حقیقت است که اسرو تنها و تنها در سایه انکشاف به کار خود ادامه می دهد. درباره پرسش استعمال فضای خارجی جهت اهداف صلح‌آمیز و یا برعکس جهت اجرای فعالیت های نظامی باید گفت که اول تر از همه مهمتر این است که چنین تفاوت و فاصله که قابل یادآوری باشد اصلا وجود ندارد. تنها چیزی که از آن یادآوری کرده می توانیم آن مسائل موقف ملی، برتری نظامی و بهره‌برداری علمی و بهره‌برداری تجارتی است که باعث فاصله بین این هر دو می شود. امنیت ملی در رابطه با اهداف فضایی مطرح شده می تواند، لیکن به شکل مستقل و جداگانه، تنها در تعداد از کشورهایی هستند که پروگرام فضایی آنها با پروگرام نظامی آنها بستگی دارد. علاوه بر آن این نکته را نیز قابل اهمیت می دانم تا بدانم که ژاپن و هند از جمله کشورهای جهان هستند که پروگرام فضایی پرتاب آن جزء پروگرام راکت ها نبوده. هند با وجود مشکلات اقتصادی که در پیش رو دارد، توانسته است با استفاده از اقمار مصنوعی ساخته خودشان در بخش مخابرات ارتباط را با دور افتاده ترین بخش توسط وسایل پرتاب خودشان تأمین کند. اگر دقیقا متوجه شویم، ما این وسایل کنونی را 26 سال قبل با خود نداشتیم. هند اکنون همه آن وسایل را به وجود آورده که با استفاده از آن با یک قوت و توانایی قابل ملاحظه داخل هزاره آینده خواهد شد.